مردم ما یک مردم سرفرازیست که با برادری با همه ملیت ها میخواد با برادری زندگی بکنم. یه افغان باشم، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم، حقوق مساوی میخواد. ما این افتخار داریم و حق داریم در اینجا افتخار بکنیم برای از این مسئله که وحدت ملی را ما به اون داریم. من میگم هر کس برای نفاق و دشمنی ملت ها حرف بزنه خائن ملی افغانستان. تکبیر! چیزم که اطمینان پیدا کردیم الان شما مردم هوشیاریتان درکتان یه مسئله رو هم پارسال هم گفته بودم به خلاف باور دیگرا که تعبیر داره که مردم ما عقب مانده است از نگاه سیاسی پایینه از نگاه فرهنگی من یه باور را ندارم. من میگم مردم ما به حمدالله در 14 سال انقلاب بسیار از نگاه هوش سیاسی و درک اجتماعی بالا رفته حتی از ما مسئولین جلو است. ولی شما با این صبر و تحملتان رو منافع اولیای مملکت اثبات کردین در دنیا و افغانستان که طرفدار جنگ نیستید. این افتخار بزرگ است برای شما. استاد مزاری خدا از ما بگیره، باز مزاری خوش است، خدا از مزاری خوش باشه. خدا محترم پدر پیر استاد مزاری بزرگ اعلان می نماید. جهت سعادتمندی استاد بزرگوار استاد عبدالعلی مزاری قمندان امام زمان صلوات بلند. منصبان فرقه اشتاد پیاده جنبش ملی اسلامی افغانستان افتخار اتنه داره که شما رهبری سالم و واقعی دل سردانه ای را که به مردم هزاره خدمت شایان کردین. ما منصبان فرقه اشتاد و بخش تشیعی اسماعیلیه از شما پشتیبانی عمرتان خود اعلان میکنه. پیروزی شما را خداوند متعال میخواهیم. تکبیر! محل اعتماد ما البته شخص شما به هر کس اعتماد نمیشه. شما هرنوع و ایرانی هرنوع قربانی در همه بادش قبول داریم، ولی فقط آماده ایم که با قامت راست استاده باشیم و در سرنوشت این ملت و این مملکت تصمیم گیرنده باشیم. مزاری
این الگوی صبر و استقامت، ایثار و فداکاری و تقوا، این مجسمه شجاعت و شهامت را به حیث زعیم سیاسی و ملی خش پذیرفتند. که یک فای خدا که بند بند جدا شوه ما شوار میتیم که زنده باد مزاری، زنده باد مزاری، ملت با توست دیگرش زنده باد مزاری، زنده باد مزاری. امروز مردم از اطراف آمده با موتر و با فروشان خود آمده، اما که ما رای در مقابل مزاری ما استاد میشون، ما را باید رای بده. ما تا آخرین خونی که در بدن ماست از سر و مال و جان از شما دیکنیم. زنده باد، زنده باد، زنده باد. آخرین خواهش ما است که ما مردم در بدر نشویم، ما مردم بیاب نشویم، بازم باز فروخته نشویم. یه حل امیده داده بودم که باید ربانی و حکمتیار استفا بکنه دولت موقت تشکیل شد. این مسئله امروز نیست که اگر بیایه اینجا کسی تلقی بکنه. اگر ما برای مردم ما حق میخواییم و میخواییم در تصمیم گیری شریک باشیم، هر کس این مملکت خیانت بکنه باید بهش بگیریم و جلوشو بگیریم. یک مردمی که در سرنوشتش حساس نباشه، حزبی که موضع سیاسی نداشته باشه، این دیگه حزب سیاسی نیست، یه مرده است. داریم دوست هستیم، با همه ملت ها سر دشمنی نداریم و دوست هستیم. وحدت ملی را ما در افغانستان یک اصل میدانیم. اگر دانسته و ندانسته برای مردم ما این مسئله را کسی مطرح بکنه، این برای مردم ما ذلت است، برای مردم ما عزت نیست. معنایش این است که ما توانایی زندگی و حقوق و دفاع از حقوق خود ما نداشته باشیم. چرا این مسئله را ما نگیم که دیگر را در کنار ما باشه خوب است، که ما بیاییم در بین مردم القا بکنیم که ما در کناری کی باشیم؟ این مسئله فکری انحرافی است. هر کس بیاید در اینجا بگوید تعدادی از حزب اسلامی دفاع بکنه و تعدادی از جمعیت برای مردم ما فاجعه است، ما اینا را به عنوان خائن ملی میشناسیم. مردم ما یک مردم سرفرازی است که با برادری با همه ملیت ها میخواهیم با برادری زندگی بکنن. یه افغان باشن، تاجیک باشم، ازبک باشم، همه برادرم حقوق مساوی می‌خواهم.
استاد بابا خاری تو هستم، با جمله‌ای هستی خریداری تو هستم. خورشید جهان تابی بیوانی مداری، ما پیر و جوان در اینجا مسئله افغانستان وقتی حل میشه که مردم و احزاب هم دیگر را تحمل بکنند، در صدد حذف یک دیگر نباشند، چی از نگاه اقوام، چی از نگاه احزاب، چی از نگاه مذاهب. گلبن بر تن با تا تبرزنهای به فرهنگ بر آویختن هر سرود شاد را زاهای بلبل کشتن گل به دست باد مجنون افتاد عاشقان باغ را در پای سنبل کشتن وای این قابلیان رنگ و بو را در رگ گل کشتن باز امروز این شهادان شاهکنها رستمی را در ره فردای کابل کشتن از برای مرگ ماتمزای طالبهای زابل کشتن بدسگالان تا سیاوش را گلوب بیدن خیشتن در انتخاب این تجاهل کشتن